یک شخصی صحبت بکنم که من در تاریخچه مکانیک سیارات که ویدیویی ضبط کردم اشاره کردم که یکی از نقاط عطف در مکانیک سیارات تئوری لایه‌مرزی پرنتل بود که 1904 ارائه شد. این تئوری انقدر اهمیت داشت که از اون به بعد رو دیگه ما به مکانیک سیارات کاربردی میشناسیم. قبل از اون بیشتر ساینس بود، بعد از اون به انجینیرینگ تبدیل شد و خود پرنتل رو به عنوان پدر مکانیک سیارات مدرن، فادر آف مدرن فلوید مکانیزم، یا پدر مکانیک سیارات مهندسی، انجینیرینگ فلوید مکانیزم میشناسن. خیلیشون کارهای بزرگی انجام داده و طبیعتاً این ویدیویی که من با هم ضبط خواهیم کرد، جدا از اینکه شما رو مرور خواهیم کرد روی مواردی که شاید ندونید و خیلی مهم هستن و اطلاعات عمومیه و اشاره شما خوشحال علاقمند شدید به چیزایی گفتم، رفتید سرچ کردید تو گوگل و رفتید تو اون زمینه اصلا تز ارشد دکتراتون اینا رو کار کردید، ولی جدا از اون میخوام ببینید که یک انسان چقدر میتونه قوی باشه و دیدن این سرگذشت چنین انسان‌های الهام بخش هست برای ما که قدر خودمون رو بدونیم. و این دوستان در زمانی بودن که خب امکانات مثل الان نبود، کامپیوتر نبود، دسترسی آزاد به اطلاعات نبود، مقاله ژورنال در این حد نبود. شما باید خیلی بیشتر از یک چنین شخصایی بتونید نوآوری از خودتون داشته باشید. خب مثلا خود پرنتل شخصی بود که پدرش اتفاقا دقیقا همین داستان بود، یعنی شغل پدرش رو ایشون ادامه داده. تو 20 سالگی وارد دانشگاه شد، تو 26 سالگی دکتراش رو گرفت. مادرش مریضی خیلی طولانی داشت و انشالله خدا همه مریضا رو شفا بده، ولی خب بعضی وقتا مشکلات همه دارن، یعنی با وجود این مشکلات بیماری مزمنی که مادرش داشت، ولی با این وجود باز هم دلیل نشد که کارش رو به طور حاک. ازم حضور شما که ایشون رو ازم حضور شما ما به دو چیز خیلی میشناسیم، یکی اینکه پدر مکانیک سیارات مدرن هستن و دو اینکه ادیگار غیر علمی داره میگم ایشون خیلی شاگردای قوی تربیت کرده. من بعید میدونم توی تا حدی که من مطلع هستم، اگه دوستان کسی سراغ داره به من معرفی کنه، یک شخصی توی رشته ای، تو هر رشته ای، حالا حداقل بحث مهندسی و ساینس رو دارم میگم، من کسی باشه که بتونه در این حد دانشجو خوب و ساینتیست های قوی معرفی بکنه. حالا در ادامه خواهید دید که من مثلا پرنتل میگر، پرنتل گلاورت یا خود بلازیوس، فون کارمن، اینا همه شاگردایشون بودن. از این جهت هم ایشون خیلی معروف هست که تونسته شاگردای خیلی قوی تربیت بکنه. حالا پدر مهندسی مکانیک سیارات نوین هست و جالب این هستش که ایشون دکتراش رو سالید مکانیک گرفته و بعدها که وارد یک حالا شرکتی بوده که وارد همشی بوده در این دستگاهی قرار بوده ساخته بشه برای ساکشن و چیچی، و اونجا میبینه که اتفاقا موضوع مکانیک سیارات خیلی جذاب هست و ادامه زندگیش رو دیگه تو مسیر مکانیک سیارات میره. جد خب کارهایی که ایشون کرد تو جریان‌های تراکم پذیر خیلی نوآوری داره، سوپرسونیک، سابسونیک، در ادامه عرض خواهم کرد. توی استراکچر چون خودش دکتراش هم جامعه داده بوده، بحث‌های سازه‌ای خیلی کار کرده. مترولوژی نمیگن که توی مثلا هواشناسی و اینا و اتمسفریک فلو این چیزا هستش، تو اون کار ویند تونل، بالاتر ویند تونل خیلی قبل از ایشون ساخته شد، ولی به هر حال ایشون در اون زمینه خیلی کار کرده. بشه جریان سیار رو به جای اینکه جسم توی سیار حرکت کنه، سیار روی جسم حرکت داره. یه پارادایم بود دیگه، شاید 100 سال قبل از ایشون مطرح شده بود یا 50 60 سال قبل از ایشون مطرح شده بود. شروع کنم یه موردی عرض کنم. ببینیم که ایشون کارهایی که کرده، چه قوانینی، چه اعدادی، چه پارامترهایی به نامش هست، هم یه مروری می‌کنیم رو دانسته‌های شما در مکانیک سیارات یا انتقال حرارت. همین که خب به هر حال عرض کردم خیلی الهام بخشه که چقدر متنوع ایشون کار کرد. خب اولین چیزی که همون چیزایی به نام ایشون هست، قانون Law of Friction in Smooth Pipe هست، قانون اصطکاک در لوله‌های صاف. اینو در مکانیک سیارات دو یا اون فصل جریان داخلی، جریان داخل لوله‌ها، اتفاقا ما اینو بیان می‌کنیم. یک شخصی به نام نیکراتسه بوده که یک سری داده‌های تجربی داده، بعد ایشون اومده در حقیقت پرنتل یک چند رابطه‌ای برایش قرار داده، یک رابطه کالف اف ضرب اصطکاک دارسی مصابی دو برابر لوگاریتم رفقم این حالا زیاد کاری مراجعه میکنید به اون چیزها. نمیگن Prandtl's Law of Friction in a Smooth Pipe، زبری داخلش وجود نداره. زبری هم در ادامه البته وارد شد که یک رابطه‌ای برای دوباره وجود داره به نام رابطه بلازیوس تو همون دیاگرام مودی که اون به نام شاگرد ایشون هستش. بلازیوس ادامه دهنده بود و الاخر این یکی موش. این جریان داخل بوده است.
مهمترین و اصلاً شاخص‌ترین نوآوری که ایشون انجام داده تئوری لایه‌مرزی پرنتل هست که یک مقاله چاپ کرد به زبان آلمانی البته float flow in very little friction، یعنی اگر جریان با اصطکاکی کم باشه، یعنی اثرات اصطکاک رو بشه به نزدیک جسم محدود کرد. سال 1904 ایشون اینو چاپ کرد. تئوری لایه‌مرزی گفتم نزدیک 30 سالگی احتمالاً اگر اشتباه نکنم چون زیر 30 سال بوده که این تئوری رو فکر کنم. عرضم حضور شما، خب این دیگه معادلات لایه‌مرزی پرنتل، فرضیات لایه‌مرزی پرنتل، خود اصلا تئوری لایه‌مرزی پرنتل، اینا همه توی مقوله هستن که حالا یک درسی داریم مثلا تو ارشد و یک کتاب 80 صفحه کتاب داریم راجبش، شیرخین نوشته و الاخ. دو سومین چیزی که انرژی عدد بیگوده پرنتل نامبر هستن، شاید شنیده باشید در بحث از ضخامت لایه‌مرزی حرارتی به ضخامت لایه‌مرزی سرعت عدد پرنتل ظاهر میشه. لازم حضور شما که به خود اصلا معادلات نیویر استوکس، معادله انرژی در حالت بدون بود در داخل کنار جمله لاپلاسیان یک بر ریموز پرنتر ظاهر میشه که حاصل از ضرب پرنتر در ریموز رو پیکسل بهش میگن، یعنی عدد بی بود دیگه است. مثلا روغن ها پرنتر نمبر خیلی بالایی دارن. چندومی یا چهارمین پنجمین چیزی که هست یک تئوری هست به نام پرنتر گلارت تئوری یا ترانسفورمیشن که ایده کاری که ایشون کرد جامعه تراکم پذیره. ایشون اومدن گفت من اینو چندین بار تو ویدیوام گفتم، یکی از توقعه هایی که ما تو مهندسی میذاریم این هستش که هر وقت یه چیز جدیدی بهمون دادن و نتونستیم اونو حلش کنیم، سعی میکنیم تا حد ممکن اونو شبیهش کنیم به چیزی که بلدیم. حالا من میخوام یک ایرفویل دارم، میخوام ضریب فشار روی سطح ایرفویل رو در حالت تراکم پذیر سابسونیک تخمین بزنم. من چی بلدم؟ جریان تراکم ناپذیر رو بلدم. میخوام به کمک داده هایی که از جریان تراکم ناپذیر به دست میاد ضریب فشار یا جریان تراکم پذیر سابسونیک رو تخمین بزنم. این ایده بود که توی سابسونیک ایرفویل مطرح کرد پرنتل و گلار و اول گفتن ضریب فشار حالت تراکم پذیر هست، ضریب فشار حالت تراکم ناپذیر به رادیکال یک منهای ماخ به توان 2 که حالا بعد ماخ مساوی 1 بذارید مخرج صفر میشه، سینگولاریتی پرنتل گلار سینگولاریتی بهش میگن. اینکه این تئوری اگر در به ماخ 1 به ترانسونیک برسیم این نهایت میده، ولی مثلا ماخ های 6 دهم و 5 دهم و 7 دهم اینا جوابش در قابل قبول است. این هم یکی از تئوری هایی که در نظر سابسونیک است. دوباره یکی از چیزایی که نامیشون هست یک رابطه است به نام رابطه پرنتل پرنتل ایکویشن که در شاک ویو ها هست، در جریان سوپرسونیک وقتی که جریان ماخ یک رو رد میکنه شاک ویو داخل جریان تشکیل میشه. اونجا وقتی میخوایم معادلات نورمال شاک ویو رو بنویسیم به یک معادله میرسیم که ماخ استار 1 در ماخ استار 2 مساوی 1، یعنی میگیم معکوس هم دیگه هستن، ماخ استار قبل موج ضربه و بعد موج ضربه معکوس هم. بخاطر همین میگیم اگر جریان ما قبل از موج ضربه موافق صوت باشه حتما بعدش معلوم صوت نورمال شاکری. ایشون در زمینه نورمال شاکری هم کار کردن این رابطه به نامش هست. یک پرنتل انالوژی داریم که در آنالوژی ریموزی که من ویدیو در موردش ثبت کردم اتفاقا اونجا گفتم همین اونجا هم و میگم وقتی معادلات انرژی و معادله مومنتوم رو کنار هم بذاریم برای اینکه شبیه هم باشن ببینیم از دیدگاه ریاضی چه زمان میتونیم از حل اون برای این استفاده کنیم. اونجا آنالوژی ریموز هست، بعد مودیفاید ریموز آنالوژی هست، بعد آنالوژی چیتون پولبورن هست و یکیش هم آنالوژی پرنتل هست و بعدی آنالوژی وون کارمن هست که وون کارمن شاگرد پرنتل بود. اینها رو اونجا اشاره کردم، میتونید مراجعه کنید به همون ویدیو. دوباره یکی از خیلی نوآوری های شاخصی که ایشون انجام داد پرنتل میکسینگ لنگث هست، طول مثلا اختلاط بتونید چیزی که پرنتل مثلا ریموز قبل از پرنتل مثلا شاید 50 سال نمیدونم مثلا 10 سال 20 سال نمیدونم چقدر همون هولوش اواخر قرن 19 اومد از معادلات نیویر استوکس افریج گیری کرد که معروف شد به معادلات رنز ریموز افریج نیویر استوکس و اونجا در نهایت ریموز استرس داخل مسئله باقی موند. حالا بحثی بود که ریموز استرس ما باید چجوری حل جا گذاری کنیم تا مسئله بسته بشه، بهش میگن کلوژر. که پرنتل میکسینگ لنگث تئوری در حد اومد یک تئوری ارائه داد برای اینکه بتونه همون مسئله رو کلوژر رو در توربلانس در معادلات رنز حالا واردش نشین بهتره دوستان خاصیت بزنید پیدا میکنید که اون شرق چجوری اومده ترکیب اون ریم آف استرس ها رو تخمین زده. دیگه یکی از دیگه چیزایی که نمانیشون هست پرنتل بون کارمن لوگاریتمی که ولوسیتی پروفایل هست. در اقامی همین جریان داخل بوله من باز تو فصل جریان داخل پایپینگ و اینها به اشاره میکنیم که در جریان آشفته یک برای سرعت یک پروفیل سرعت لوگاریتمی توش ظاهر میشه
بعد میگیم این خوب نیست چون قابل استفاده نیست و اینا قابل لحاظ ریاضی پیچیده است، ما یه معادله توانی قانون توانی پیشنهاد میدیم به توانی یک هفتم و اینا، میگیم از بر وقتی میخواید سرعت حساب کنید از این استفاده بکنید، ولی وقتی میخواییم تنش رو حساب بکنید، تنش برشی رو دیوار، از همون رابطه لگاریتمیک استفاده میکنیم که از این رابطه در نهایت از اون به دست میاد و این هم رابطه ذهنیه، بعد این اسموس ها در حالت زبرش هم هست و بعد دیاگرام مودی از دل اینا میاد، یعنی پایه و اساس دیاگرام مودی که قلب تئوری همه اون تئوری هایی که در پایپینگ وجود داره از پرنتل اومده، واسطه همین پرنتل بون کارمند لگاریتمیک فلوسیتی و البته رابطه ایست که در انتها به دست اومده. خب ارزم بزرگ دوباره چیزهایی که ایشون کار کرده روش، ما در باز ویدیوهایی که در جریان تراکم پذیر ضبط کردم فن انبساطی پرنتل میر داره و آبلیک و شاک ویف یعنی موج ضربه مایه، اینی که اینجا عرض کردم موج ضربه عمودی بود، ایشون باز در تئوری بسته تئوری لایه موج ضربه مایل هم کار کرده ولی در اونجا چیزی به نام ایشون نیست، اما در موج انبساطی اکسپنشن فن یک اصلا بهشون میگیم پرنتل میر اکسپنشن فن، باد بزنه انبساطی پرنتل میر، میر دوباره از شاگردهای پرنتل بوده که حالا این چیه سال 1908 این توجه داده، یعنی 4 سال بعد از تئوری لایه مرزی پرنتل، ایشون شبیه باد بزنه خانم هاست اینجوریه، من ویدیو راجعش ثبت کردم، فن میگن چون انبساطی فشار کاهش پیدا میکنه و الی آخر جفت موج ضربه است، این انبساطی اون یکی تراکم است. و در نهایت یک تئوری دیگه در مکانیک پروازشون داره به نام لیفتینگ لاین تئوری 1918، 10 سال بعد از همون فن پرنتل میر رو دادن ایشون، که حالا من باز نمیخوام وارد مقوله بشم، خودتون میتونید لغتش رو سرچ بکنید، اینکه حالا این لیفتی که میتونه بگید ایرفول در زاویه حمله البته کم حتما باید باشه، سیرکولاسیون هایی که همون قانون کوتاژاکوفسکی که ما داریم در ارزان مکانیک پرواز در آیرودینامیک تعمیم همون هست و در ادامه میتونید خود سرچ بکنید پیدا بکنید. ولی از همه مجموعه این تئوری هایی که اینجا ملاحظه میکنید، خب تئوری لایه مرزی شاخص ترین شاید چیزی هست که برای ایشون به نام ایشون هست و این میکسینگ لنسی که در جریان آشفته وجود داره خیلی معروف هست و البته در تمام معاولی هایی که چه در داخل لوله انجام دادن جریان داخلی و چه در جریان های تراکم پذیر سابسونیک و سوپرسونیک ایشون انجام دادن، پایه و اساس اون همون بروسیست که همین الان بعد از گذشت 100 و خورده ای سال ما همچنان داریم تو دانشگاه ها درس میدیم، البته با نگاه مدرن‌تر و کمی پیشرفته تر، که البته اینها باعث شد که ما درک امروزیمون رو پیدا کنیم، بخاطر همین هم نقطه عطف ایشون این داستان نقطه عطفی است در مکانیک سیلاب و باعث شد معادلات ما از اون حالت غیر قابل حل تبدیل بشه به معادلاتی که ما بتونیم ازش یه چیزی در بیاد ازش، فقط یه سری معادلات نادرستوکسی که 50 سال قبل راه شد و غیر قابل حل بود به قابل حل بشه و به دسترس قابل دسترس بشه برای همه.